به نام خدا. دانش آموزای عزیزم سلام. امسال قراره که با درس هندسه 11 در خدمت شما باشیم. یه درس 3 فصلی. حالا احتمالاً کتاب درسی هم دارید می‌بینید. فصل اول دایره، فصل دوم تبدیل‌ها و فصل سوم روابط طولی در هندسه. ما تمام جزئیات کتاب درسی رو با هم دیگه می‌ریم. همه مسئله ثابت کنیدا رو ثابت می‌کنیم. تمرینا رو هم با هم حل می‌کنیم و هر جایی هم که بتونیم و مرتبط باشه تست ازش حل می‌کنیم. یه سری طبیعتاً ارتباط هم بین من و شما هستش که تمرین بهتون میدم و امیدوارم که بتونید از این کلاس‌ها بیشترین استفاده رو ببرید. اول با تعریف دایره آشنا بشیم. نوشتیم دایره مکان هندسی نقاطی است که از یک نقطه ثابت فاصله معینی دارن. خب اول من بگم بچه‌ها کلمه مکان هندسی یعنی چی؟ چون ما با این کلمه تو کتاب درسی پایه 12 قرار آشنا بشیم، ولی خب حالا ما از اینجا شروع میکنیم ازش استفاده کردن که بعدها هم بتونیم با خیال راحت پیش بریم. بچه‌ها همه نقاطی که یک ویژگی مشترک دارن، مکان هندسی نقاطی، به جاش بگید همه نقاطی که یک ویژگی مشترک دارن. حالا ادامش گفته ویژگی مشترک چیه؟ از یک نقطه ثابت فاصله معینی دارن. خب یعنی نگاه کن، اگه این اسمش دایره است، همه نقاط دایره فاصله شون تا مرکز دایره به اندازه شعاع دیگه، نه؟ و بنابراین میتونم اینطوری بگم که هر دایره ای که مرکزش نقطه O باشه و شعاعش R باشه، هر دایره که مرکزش نقطه O باشه و شعاعش R باشه، یه ویژگی داره. تمام نقاط روی دایره فاصله شون تا مرکز دایره میشه R. چون همه یه ویژگی مشترک دارن، من اسمشو میذارم مکان هندسی. پس مکان هندسی چیه؟ میگم تمام نقاطی که یه ویژگی مشترک دارن. حالا دایره به عنوان یه مکان هندسی اینجوری معرفی شد. گفتیم تمام نقاطی که از نقطه O به عنوان مرکز فاصله شون چقدره؟ به اندازه شعاع. خب حالا من یه دایره دارم به مرکز O به شعاع R. میگم آقا از این به بعد یاد بگیرید اینو اینطوری بنویسیم. بنویسیم دایره‌ای که اسمش دایره C، مرکزش نقطه O و شعاع این دایره هم R. پس ما یه روشی برای نامگذاری دایره داریم. CO و R اسم دایره C، مرکز دایره نقطه O، شعاع دایره هم عدد R. حالا مثلا شعاع دایره رو به ما میدن یا نمیدن، مختصات نقطه O یا موقعیت نقطه O رو برای ما مشخص میکنن یا نمیکنن، اون دیگه به سوال ربط داره. خب حالا ما الان اومدیم گفتیم آقا نقاطی که روی دایرن فاصله شون تا مرکز برابر با شعاع. خب حالا نقاطی که روی دایره نیستن چه اتفاقی میفته براشون؟ خب ببینین، من اسمش گذاشتم وضعیت نقطه و دایره. آروم میره. میگم شما در نظر بگیرید یه دایره، فرض کنید مرکز دایره نقطه O باشه. خب من فهمیدم نقاطی که روی دایره قرار دارن خاصیتشون اینه که فاصله شون تا مرکز مساوی شعاع باشه. خب بقیه یه نقاط چی؟ مطمئنم فاصله شون تا مرکز مساوی شعاع نیست. حالا وقتی مساوی شعاع نیست بچه، یا باید بیشتر از شعاع باشه یا باید کمتر از شعاع باشه دیگه. من میگم نقاطی که فاصله شون تا مرکز بیشتر از شعاع میافتن بیرون دایره و نقاطی که فاصله شون تا مرکز کمتر از شعاع میافتن داخل دایره. پس از این به بعد من میگم آقا دایره نقاطی که فاصله شون تا مرکز مساوی شعاع، خب یعنی فقط خود دایره با داخلش دیگه کار نداره. نقاط بیرون دایره نقاطی هستند که فاصله شون تا مرکز عددی بزرگتر از شعاع دایره است و نقاط داخل دایره نقاطی هستند که فاصله شون تا مرکز عددی کمتر از شعاع دایره است. و من اومدم انگار صفحه رو به 3 قسمت تقسیم کردن. اونا که فاصله شون تا مرکز بیشتر از شعاع بیرون دایره، اونا که مساوی شعاع روی دایره، اونا که کمتر از شعاع داخل دایره. پس یه تقسیم بندی اینجوری هم ما تونستیم براش چیه پیدا بکنیم. حالا اینجا هم با هم ببینیم. میگم فرض بکنید نقطه آر رو داریم و یه دایره سی او و آر. فهمیدیم سی او و آر یعنی چی؟ دایره به اسم سی به مرکز او به شعاع. میگه برای این نقطه و این دایره سه حالت میشه تصور کرد. ما از مرکز دایره تا آی پاره خط یه اندازه رو به دست بیاریم. این پاره خطه، اگر شعاع دایره بیشتر بود میگیم نقطه بیرونه، اگه کمتر بود میگیم نقطه داخله، اگه مساوی شعاع بود میگیم نقطه روی دایره است. دیگه بیشتر از 3 حالت هم نمیشه بین دو تا عدد اتفاق بیفته دیگه، یا این بیشتره یا اون بیشتره یا با هم مساویان. اوکی بریم یه مثال با هم حل بکنیم. مثال شماره 1 رو ببینید بچه ها. نوشته فاصله نقطه آ تا مرکز این دایره برابر 2x^(1). فاصله نقطه آ تا مرکز دایره 2x^(1). اگر نقطه داخل دایره باشد حدود x را بیابید. خب اینو رو تخته با هم ببینیم. خب بچه ها گفته بود که
فاصله مرکز دایره تا نقطه آ هستش 2x منهای 1، ضمناً دایره رو نوشته بود سی او و x به علاوه 2. این معنیش اینه که این شعاع دایره است دیگه، یعنی من الان میدونم شعاع دایره چقدره، x به علاوه 2. ضمناً به من گفته بود آقا نقطه داخل دایره باشه. از اینکه گفته نقطه داخل دایره، من باید چه نتیجه بگیرم؟ باید نتیجه بگیرم که او آ حتماً از شعاع دایره کمتره. خب او آ چی بود؟ 2x منهای 1. از چی کمتره؟ از x به علاوه 2. من بعد این نامساوی رو مرتب بکنم دیگه، این یک بره اون طرف، این x بیاد این بر، بشه 2x منهای x کمتر از 3، یعنی فهمیدم x کمتر از 3. ولی این همه ماجرا نیست بچه ها. ببینید اگر قرار اندازه یه پاره خط 2x منهای 1 باشه، این دیگه نمیتونه صفر باشه که، یا منفی باشه. حالا اصلا شما فرض کنید صفر هم بتونیم بپذیریم، یعنی ممکنه نقطه آ همون مرکز دایره باشه. این نامعادله رو حل بکنم، به این میرسم که x باید از 1/2 بیشتر باشه. در نهایت از اشتراک اینی که اینجا پیدا کردم و اینی که اینجا به دست آوردم به این میرسم که x بزرگتر مساوی 1/2 و کوچکتر از 3، مساوی 3 هم نمیتونه باشه دیگه، چون اگه بذارمش مساوی 3 نقطه میفته رو دایره. یه چیز دیگه هست، اینکه شعاع هم باید مثبت باشه، یعنی x باید از منفی 2 بیشتر باشه، که خب دیگه اونو من ننوشتم چون مطمئنم وقتی از 1/2 بیشتر از منفی 2 هم بیشتره دیگه نیازی به بررسی نداره. خب حالا این سوال میتونست مدلای دیگه هم داشته باشه دیگه، مثلا به نامدل درجه 2 برسه یا هر چیز دیگه که حالا ممکنه تو تستا بازم بهش برسیم و ازش استفاده بکنیم. بریم سراغ مطلب بعدی بچه‌ها. خب نکته رو با هم ببینیم. نوشته دورترین و نزدیکترین نقاط دایره نسبت به نقطه مفروض آ دو انتهای قطری از دایره هستند که از آ میگذرد. خب من یه بار دیگه هم برای خودم بخونم مثلا بفهمم چی داره میگه. میگه شما فرض کنید یه نقطه مفروض آ دارید، من کاری ندارم اون نقطه آ کجاست، یه بار فرض کنم نقطه آ داخل دایره است، یه بار فرض کنم نقطه آ بیرون دایره است. میگه خب اوکی مرکز دایره که معلومه کجاست، ولی ما روی دایره ی عالمه نقطه داریم، کدومشون به آ نزدیکتره، کدومشون از آ بیشترین فاصله رو داره؟ میگه بیایم بشینیم این دوتا رو پیدا بکنیم، اونی که به آ از همه نزدیکتره، اونی که بیشترین فاصله رو تا نقطه آ داره، ما این دوتا رو پیدا بکنیم ببینیم چجوری میشه این دوتا رو پیدا کرد. خب اول بریم سراغ این. میگم که آقا اگر قرار کمترین فاصله رو پیدا کنید، این کمترین فاصله است از نظر من. حالا این چیه؟ من قطری که از نقطه آ میگذره رو رسم کردم، یعنی در واقع او آ رو امتداد دادم، دو بار دایره رو قطع کرده، من میخوام ادعا کنم این نقطه کمترین فاصله رو داره و این نقطه بیشترین فاصله رو داره، یعنی یه سر قطر کمترین فاصله رو تا آ داره، یه سر قطر هم بیشترین فاصله رو تا آ داره. این حالا به صورت شهودی الان با هم اثباتش هم میکنیم. برای نقطه بیرون دایره هم به همین صورت، دوباره من قطری که امتدادش از آ میگذره رو رسم کردم، دو بار دایره رو قطع کرده، میخوام ثابت کنم این کمترین فاصله رو تا نقطه آ داره و این نقطه هم بیشترین فاصله رو تا نقطه آ داره. پس الان قراره ثابت بکنیم نزدیکترین و دورترین نقاط یا کمترین و بیشترین فاصله نقاط دایره تا نقطه آ توسط اون دوتا نقطه پیدا میشن که دو سر قطر گذرنده از آست، چه نقطه آ داخل دایره باشه چه نقطه آ بیرون دایره باشه. بریم رو تخته اینو با هم ببینیم. خب حالت اول نقطه آ داخل دایره. خب پس یعنی من دارم چی کار میکنم؟ توی یه دایره‌ای به مرکز او و شعاع آر یه نقطه داخل دایره در نظر گرفتم، اسمش آه، قطر گذرنده از آر رو هم رسم کردم، دو بار دایره رو قطع کرده، یه بار تو نقطه ام و یه بارم تو نقطه اه. این تا اینجا. من میخوام ثابت کنم که برای هر نقطه دلخواه دیگه ای، برای هر نقطه دلخواه دیگه روی این دایره، مثلا فرض کنید نقطه B، میخوام ثابت بکنم که AM کوچکتر از AB و AN بزرگتر از AB. پس می‌نویسم که ثابت میکنیم برای هر نقطه دلخواه مانند B از دایره داریم یه چنین چیزی. اگه این بچه ها ثابت بشه، خب به این نتیجه میرسیم که AM کمترین فاصله است و AN هم بیشترین فاصله است دیگه، یعنی همون چیزی که خودمون گفتیم و اثبات خواهیم کرد. خب من این طرف اول ثابت بکنم که میخوام ثابت بکنم AB از AM چیه؟ بیشتر. خب من مرکز دایره رو به نقطه B وصل میکنم، A رو هم که باید به B وصل بکنم که این پاره خطر رو داشته باشه.
الان اینجا بچه یه مثلث وجود داره دیگه، درسته؟ اینجا ما الان یه مثلث داریم. میدونیم تو هر مثلث یه چیزی داریم مثل نامساوی مثلثی، که میدونیم مجموع هر دو تا ضلع مثلث حتما از ضلع سومش چیه؟ بیشتره. مجموع هر دو تا ضلع مثلث حتما از ضلع سومش بیشتره. خب مثلا من میدونم که OA به علاوه AB بزرگتر از OB. بنویسم چی؟ نامساوی مثلثی در OAB. خب این مثلث OAB نامساوی مثلثی، OAB علاوه AB بزرگتر از OB. خب ببینید بچه ها، این که شعاع دایره است، درسته؟ این OA رو ببرم اون طرف، بنویسم AB بزرگتر از شعاع دایره منهای OA. خب حالا رو شکل نگاه کنید، OM هم شعاع دایره است دیگه، فرقی که نمی کنه که، و OM منهای OA میشه AM. یعنی شما الان به راحتی ثابت کردید که AB بزرگتر از چی؟ AM. این طرفش ثابت شد که AB از AM چیه؟ بزرگتره. حالا یه طرف دیگه هم میخوام ثابت بکنم که چی؟ AB از AN کوچکتره. خب دوباره میخوام نامساوی مثلثی تو همون مثلث بنویسم، فقط یه نامساوی دیگه. آقا یعنی چی یه نامساوی دیگه؟ ببینید من میدونم تو هر مثلثی سه بار میشه نامساوی مثلثی نوشت دیگه، هر دو تا ضلع جمعشون از سومیه بیشتره. خب الان من برای مثلث OAB یه نامساوی مثلثی نوشتم، به این رسید. حالا یکی دیگه هم میخوام بنویسم، این دفعه میخوام یه جوری بنویسم که به این رسم AN از AB بیشتر. خب ببینید چی مینویسم. مینویسم OA به علاوه OB بیشتر از AB. اینم نامساوی درستیه دیگه، جمع دو تا ضلع مثلث حتما از ضلع سومش چیه؟ بیشتره. OA به علاوه OB از AB بیشتر. این که خب بدیهیه. دوباره میخوام بگم بچه ها OB شعاع دیگه، بنویسم OA به علاوه شعاع بیشتر از AB. OA به علاوه شعاع بیشتر از AB. خب حالا ON موافقی شعاع دایره است؟ معلومه دیگه، ON شعاع دایره است دیگه. پس بنویسم OA به علاوه ON بیشتر از AB. و حالا خودتون رو شکل نگاه کنید، OA به علاوه ON چی میشه؟ میشه AN. پس نتیجه AN بیشتر از AB. و به راحتی ثابت شد دیگه، یه بار ثابت کردم که AB از AN بیشتره، یه بارم ثابت کردم که AN از AB بیشتره. یعنی اینجا عملا ثابت کردم AM نزدیکترین نقطه است، و اینجا هم ثابت کردم که AN دورترین نقطه است. و الان اون جمله حداقل برای نقطه آ داخل دایره ثابت شد که نزدیکترین نقطه و دورترین نقطه نسبت به نقطه مشخص آ دو سر قطری هم که حتما امتدادش یا خودش از آ میگذره. حالا بچه ها یه بارم همه این کارا رو بعد برای نقطه آ که بیرون دایره است انجام بدیم، که من از شما خواهش میکنم این کارو خودتون انجام بدید. مثلا من نامساوی مثلثی بنویسید، یا نقطه دلخواه روی دایره بگیرید، نامساوی رو جوری بنویسید که وقتی مرتب میکنید به حکم برسه. این کارو مطمئنم میتونید انجام بدید، ولی خب باز دوباره تو موقعی دیگه این رو ما برای شما اثبات خواهیم کرد. برگردیم رو جزوه. خب بریم سراغ مثال شماره 2. من سوالو بخونم. نوشته کمترین و بیشترین فاصله نقطه آ تا دایره سی برابر 3 و 11 است. یعنی کمترین فاصله 3، بیشترین فاصله 11. شعاع دایره را بیابید. خب بچه‌ها به من گفته نقطه آ داخل دایره است یا بیرون دایره؟ نگفته. پس من باید دو حالت در نظر بگیرم، یه بار باید نقطه آ رو داخل دایره در نظر بگیرم، یا نقطه آ رو بیرون دایره، و تو هر حالتی شعاع رو به دست بیارم. بیاید رو تخته تا با هم ببینیم. خب من گفتم بچه ها برای این مثال دو باید دو حالت در نظر بگیرم، یه بار بگم که نقطه آ داخل دایره است، و یه بار دیگه بگم که نقطه آ بیرون دایره است، و بعد برم سراغ شعاع دایره. خب فعلا حالتی که نقطه آ داخل دایره است رو در نظر بگیرم. میگم آقا اگه فرض بکنیم یه نقطه‌ای مثل نقطه آ داخل دایره است، کمترین فاصله و بیشترین فاصله رو به من داده چی؟ 3 و 11، و از من خواسته که شعاع دایره رو پیدا بکنین. خب من الان میتونم یه چیزایی بنویسم که شعاع دایره پیدا بشه دیگه. من میتونم بگم که این AM که به من داده 3 هست شعاع دایره منهای OA، درسته؟ معلومه دیگه، شعاع دایره منهای OA. و این AN که به من داده 11، اینم هست شعاع دایره به علاوه OA. خب حالا من شعاع رو میخوام، این دو تا رابطه رو با هم جمع بکنید، OA با OA میره، 11 و 3 14 مساوی قطر دایره، یا دو برابر شعاع، شعاع دایره مساوی 7. پس این حالتی که اینطوری بود. حالا تو ممکنه بیای بگی آقا چرا لقمه رو اینجوری چرخوندی دور سر خودت؟ میومدی مستقیم میگفتی آقا این 3 و 11 14 قطر دایره است، تمام دیگه، معلومه دیگه، اینا روی خطن دیگه. و
ولی اینجوری نوشتن رو من بیشتر میپسندم، چون بچه ممکن است شما بپرسه که فاصله آتا مرکز دایره چقدره، اون موقع شما باید این دستگاه رو عملا بسازید و بعد مثلا معادله رو اصلا کم بکنید تا او آ به دست بیاد، یا نه اول آر رو به دست بیارید بعد جاگذاری بکنید تا به او آ برسید. خب این از این. حالا دومین مدل اینه که بگم چی، نقطه آ خارج از دایره است و این اتفاق افتاده، یعنی کمترین و بیشترین فاصله شده 3 و 11. خب این دفعه من یه دایره دارم از نقطه آ به مرکز دایره وصل کردم، نزدیکترین نقطه و دورترین نقطه اینو به هم داده 3، حالا مثلا AM، و کل اینو به من داده 11. دوباره من همونا رو بنویسم، بگم AM هستش OA منهای شعاع دایره که اینو به هم داده 3، و AN هستش OA به علاوه شعاع دایره که اینو به هم داده چند؟ 11. خب این دفعه اگه بخوام شعاع دایره رو پیدا بکنم، این دو تا رو باید از هم کم بکنم، یعنی اینو از این کم بکنم، او آ با او آ خط بخوره، این ورش بشه 2R، اون ورش بشه 11 منهای 3 که میشه 8، و از اینجا شعاع دایره به دست میاد چند؟ 4. پس این که پرسیده بود شعاع دایره رو بیابید، میگه آقا اگر نقطه آ داخل دایره باشه شعاع دایره به دست میاد 7، و اگر نقطه آ خارج از دایره باشه شعاع دایره به دست میاد چند؟ 4. خب بریم سراغ مطلب بعدی. ببینیم بچه ها، ما تا اینجا یاد گرفتیم که یه نقطه و یه دایره چه حالتهایی براشون ممکنه. این دفعه میخوام بگم یه خط و یه دایره چه حالتهایی براشون ممکنه. فرض کنید یه دایره به مرکز او وجود داره. ببینید یه خط ممکنه بیرون از این دایره باشه، یه خط ممکنه مماس بر دایره باشه، یه خط ممکنه بیاد دایره رو تو دو تا نقطه قطع بکنه. خب من میخوام بگم هر کدوم از اینا کی اتفاق میافته. شما برای اینکه بتونید هر کدوم از اینا رو درست تشخیص بدید، باید بیاد از مرکز دایره به خطتون عمود رسم بکنید، از مرکز دایره به خط عمود رسم بکنید. حالا اگه طول عمودی که رسم کردید با شعاع دایره مساوی باشه، اینجا شما میگید که آقا خط بر دایره مماس است، یا به اصطلاح خط و دایره فقط یه نقطه مشترک دارن. ولی اگر فاصله که به دست میارید بیشتر از شعاع دایره باشه، باید بگید آقا خط بیرون دایره است، یعنی که خط و دایره نقطه مشترک ندارن. و اگر فاصله که به دست میارید کمتر از شعاع دایره باشه، مثل این حالت، یعنی اینقدر خط نزدیک شده که اومده دایره رو تو دو تا نقطه قطع کرده، میگیم خط و دایره متقاطعن یا دو نقطه مشترک دارن. پس تشخیص این که خط و دایره چه حالتایی میتونه براشون اتفاق بیفته بستگی داره به این که فاصله مرکز دایره تا خط یعنی OH و شعاع دایره چه وضعیتی داشته باشن. اینو با هم بخونیم. نوشتم برای خط D و دایره CO و R، دیگه یاد گرفتیم بچه این چیه دیگه، دایره اسمش C، مرکزش O، شعاعش R. سه حالت قابل تصور است. از مرکز دایره عمودی بر خط رسم می‌کنیم. اگر اون عمودی که رسم کردیم بیشتر از شعاع باشه خط بیرونه، کمتر از شعاع باشه خط متقاطعه، مساوی شعاع باشه خط بر دایره چیه؟ مماسه. پس من اینجوری میتونم تشخیص بدم که خط و دایره چه وضعیتی دارن. خب حالا بریم سراغ مثال 3. مثال 3 نوشته که فاصله خط دی تا مرکز این دایره 2x منهای 1، اگه خط و دایره دو نقطه مشترک داشته باشن، حدود x را بیابید. خب ببینیم بچه ها، این که خط و دایره دو نقطه مشترک دارن داره یه چیزی به من میفهمونه دیگه، داره میگه خط و دایره متقاطعن. یعنی چی؟ یعنی فاصله خط دی تا مرکز دایره کمتر از شعاع. باز دوباره یه نامساوی رو باید حل بکنم ببینم چه اتفاقی میفته. بیاید رو تخته تا اینو با هم حل بکنیم. خب پس رسیدیم به مثال 3. گفتیم وقتی خط و دایره دو نقطه مشترک دارن بچه ها، باید فاصله مرکز دایره تا خط کمتر از شعاع دایره باشه. فاصله مرکز دایره تا خط رو به من داده بود چی؟ 2x منهای 1. پس من الان باید بگم مطمئنم که 2x منهای 1 کمتر از شعاع دایره است که اونم بهمون داده بود 7 منهای 2x. خب حالا این نامعادله رو حل بکنیم. میاد این طرف میشه 4x، این بره این ور میشه 8. نتیجه x باید از 2 چیه؟ کمتر باشه. پس من مطمئنم x از 2 کمتره. فقط یادمون باشه مثل همون یکی سوال، اینا هر دوتاشون باید مثبت باشن دیگه. ببینید فاصله که نمیتونه منفی باشه، حالا فوقش 0، شعاع دایره که نمیتونه منفی باشه. خب پس فاصله همواره مثبت است، نتیجه 2x منهای 1 بزرگتر مساوی 0، x بزرگتر مساوی 1 دوم. دوباره فاصله همواره مثبت از 7 منهای 2x بزرگتر از 0. بچه شعاع دایره رو من 0 نمیذارم دیگه، چون بی‌معنیه شعاع دایره 0 باشه. از این رابطه هم به این نتیجه میرسم که x باید کمتر از 7 دوم یا 3 و نیم باشه. خب این سه تایی که پیدا کردم
اشتراک بگیرم حدود قابل قبول برای ایکس به دست میاد. باید از دو کمتر باشه، باید از یک دوم بیشتر باشه، از هفت دوم کمتر باشه. این چه دیگه مهم نیست دیگه، وقتی از دو کمتره خود به خود از هفت دوم هم کمتره. نتیجه این که ایکس باید بزرگتر مساوی یک دوم و کوچکتر از دو باشه، یا محدوده قابل قبولمون میشه بین یک دوم تا دو، یک دوم مساوی داره، دو مساوی چیه؟ نداره. خب پس جواب مثال سه رو اینطوری تونستیم به دست بیاریم. بریم سراغ سوال بعدی. مثال بعدی رو با هم ببینیم. سوال چهار گفته فاصله مرکز دایره تا خط دی برابر هفته. کمترین و بیشترین فاصله نقاط دایره تا خط دی رو بیابید. خب اول اصلا من بفهمم داره چی میگه. دایره اسمش سیه، مرکزش اوه، شوهاش دو، فاصله خط دی هم تا این هفت واحده. پس با چیزی که من فهمیدم خط حتما بیرون دایره است و نقطه مشترکی وجود نداره. خب بیایم روی تخته بچه‌ها. سوال چهار، ببینید یه دایره دارم شوهاش دوه، یه خط دارم که وقتی از مرکز دایره به این خط عمود رسم کردم طول این عموده شده هفت، مثلا خط دی هم اینجاست. پس چی شد؟ اگه اینجوری از مرکز دایره به این خط عمود رسم بکنم، داره میگه این عموده شده هفت. شوهای دایره دو بود، موافقید نتیجه بگیرم اینجا پنجه؟ هفت دو باید ازش برداشتم، اینجا شد پنج. یا اینطوری بگم اگه اینجا O، اینجا M، اینجا H باشه، خب از اطلاعات سوال من میدونم OH هفته، ببخشید شاید دایرم دوه، از هم کم کردم این پنجه به دست اومد. حالا میبینیم مثلا سوال از من چی پرسیده. میگه آقا کمترین فاصله تا خط، بیشترین تا فاصله تا خط، تو شما بگو کدومه. من میخوام باز دوباره بگم بچه ها نقطه M کمترین فاصله رو تا خط داره، و اگر همین عموده بر خط رو از اون طرف امتداد بدیم بشه نقطه N، این NH هم بیشترین فاصله است، یا نقطه N هم بیشترین فاصله رو تا خط داره. باز دوباره اگه بخوایم ثابت بکنیم نامساوی مثلثیه که من میگم اگه خودتون مخ بذارید و انجام بدید چه بهتر، و حالا در نهایت بعدن هم ما تو تمرین ها اینا رو بر هم دیگه اثبات خواهیم کرد و خواهیم دیدشون. ولی الان من ترجیح میدم شما اینو ثابت بکنید، یعنی نامساوی مثلثی بنویسید و ثابت بکنید که برای هر نقطه دلخواه دیگه ای روی این دایره، مثلا اسمش رو بذارید نقطه B، فاصله نقطه B تا خط بیشتر از MH و فاصله نقطه B تا خط کمتر از NH. بعد اون موقع میشه کمترین فاصله، میشه چی؟ بیشترین فاصله. خب حالا بریم سراغ جواب سوال. ببینیم مثلا ما باید چی رو به عنوان جواب سوال بدیم. سی من میخوام بگم کمترین فاصله تا خط یا تا خط دی، خب از رو شکل میگیم MH، و بعد من اگه بخوام براش رابطه بنویسم میخوام بچه بنویسم OH منهای شعاع دایره، که OH رو خودش بهمون داده بود 7، شعاع دایره هم 2، جواب میشه 5. رو شکل هم ما به دست آوریم جواب میشه 5. و بیشترین فاصله تا خط دی که از رو شکل من باید بگم چیه؟ باید بگم NH، درسته؟ و این هستش OH به علاوه شعاع دایره، یعنی 7 به علاوه 2 که میشه 9. باز دوباره ببینید اینجا 2ه، من میتونم میگم از N تا H یه 2 یه 2 یه 5 کلا میشه 9 دیگه. پس فهمیدم که کمترین فاصله و بیشترین فاصله تا دایره، یا کمترین و بیشترین فاصله نقاط دایره تا خط هم به این روش میتونه چیه؟ به دست بیاد. بریم سراغ مطلب بعدی. گوش کنید بچه ها، اگه توی یه دایره دو تا نقطه رو به هم وصل بکنید، دو تا نقطه از دایره، یادمون باشه ما به این سیاهه میگیم دایره دیگه، به این ناحیه زرد میگیم درون دایره، به بقیه شکل هم میگیم بیرون دایره. وقتی داریم راجع به دایره حرف میزنیم راجع به این نقاط سیاه داریم حرف میزنیم، نه حتی راجع به مرکزش. دایره به این نقاط سیاه، من دو تا از این نقاط دایره رو با یه پاره خط به هم وصل میکنم. پاره خطی که به این روش میاد به دست میاد اسمش رو میذاریم وتر. پس وتر از دایره چیه؟ پاره خطی که دو نقطه از دایره رو به هم وصل میکنه، درست؟ من میتونم بگم که بچه ها بزرگترین وتر توی یه دایره اونی که از مرکز بگذاره و میشه قطر دایره، و بقیه حتما از قطر دایره چی هن؟ کوچکترن. پس بزرگترین وتر هم تو دایره قطره و اندازش طبیعتا دو آر یا دو برابر شعاع دایره است دیگه. ضمناً وقتی دو تا نقطه از دایره رو در نظر میگیریم، خود دایره دو قسمت میشه، یه قسمت این که بالا افتاده و یه قسمت این بقیهش. به اینا به هر کدومشون میگیم کمان.
پس ما وقتی دو تا نقطه رو روی دایره داریم، اون دو تا نقطه اگر به هم وصل بشن یه وتر برای ما میسازن و خب خود قسمت‌هایی هم که روی دایره ایجاد میکنه اسمش میشه کمان. پس ما روی هر دایره میتونیم وتر و کمان‌های زیادی رو داشته باشیم. گفتیم بزرگترین وتری هم که میتونیم تصور بکنیم قطر دایره است که اندازش چیه؟ دو برابر شعاع دایره است. خب حالا اینا چجوری نامگذاری میکنیم بچه‌ها؟ یه بار دیگه بیاید روی تخته. فرض کنید که من یه دایره دارم و روی این دایره اومدم دو تا نقطه رو مشخص کردم، مثلا نقطه آ نقطه ب. خب این پاره خطی که گفتیم اینا رو به هم وصل میکنه که اسمش وتره، چون پاره خطه با دو حرف خیلی ساده نشونش میدیم دیگه. یعنی مگه نوشتم آب، این منظورم اینه که وتر یا پاره خط آب. خب ولی اگر نوشتم آب و یه چنین نمادی گذاشتم بالاش، این اسمش میشه کمان آبه. خب حالا این سوال پیش میاد که کدوم کمان؟ ببینید الان بچه ها، اینم کمان آبه که قسمت کوچیکتره، اینم کمان آبه که قسمت بزرگ، هر دوتاشون اسمشون کمانه، فرقی هم نمیکنه. حالا منظور کدومه؟ معمولا بچه ها منظور کوچیکه است و اگه بخوان راجع به این بزرگ صحبت میکنن، میان یه نقطه دلخواهی روی اینو نامگذاری میکنن مثل ام، و بعد مثلا ما صرفی مینویسیم، مینویسیم آ ام به، که بفهمیم آقا منظورمون اینه. این هم میشه کمان بزرگتر که با آ و ب ساخته میشود. پس برای اینکه اشتباه نشه میام یه نقطه دلخواه روش نامگذاری میکنیم تو شکلمون، و شما دیگه با خیال راحت میتونید بفهمید الان منظور ما کدوم کمان آبه، اون کمان کوچیکه مد نظرمونه یا این کمان بزرگه مد نظرمونه. اینجوری کمان و وتر چیه؟ نامگذاری میشه. بعدم گفتم که بچه ها از بین همه وترهایی که تو دایره میتونید رسم کنید، اون وتری که از مرکز بگذره که اسم شما میذاریم قطر، از همه بزرگتره، اندازش هم طبیعتا میشه دو برابر شعاع دایره. حالا بریم یه نکته ببینیم. نکته دو رو با هم بخونیم. عمود منصف هر وتر در دایره از مرکز میگذرد. به عبارت دیگر اگر از مرکز دایره به وسط وتر وصل کنیم بر آن عمود میشود. ببین چی داره میگه. میگه آقا فرض کن یه وتری داخل یه دایره کشیدیم. اگر از مرکز دایره عمود کنی منصفه، اگر از مرکز دایره به وسط وصل کنی عموده. اگر عمود منصفه وتر رو تصمیم بگیری بکشی امتداد بدی از مرکز میگذره. حالا بریم ببینیم این داستانی که داره میگه چیه. بیایم رو تخته بچه ها. خب فرض کنید که این مرکز دایره نقطه اوه، اینم وتر آبه. خب وتر آبه، اونم مرکز دایره نقطه او. من میخوام بگم که اگه از مرکز دایره به وسط وتر وصل بکنیم، یعنی نقطه وسط وتر باشه H، میخوام ثابت کنم که زاویه H 90 درجه است. خب ببین یه راهش که اصلا استفاده از مفاهیم پارسال هندسمونه اینه که بیان بگم آقا نقطه O از A و B به یه فاصله است، پس رو عمود منصفه. چون اگه یادتون باشه پارسال ما فهمیده بودیم هر نقطه‌ای که از دو سر پاره خط به یه فاصله باشه رو عمود منصفه، و بالعکس هر نقطه‌ای که رو عمود منصف باشه از دو سر پاره خط به یه فاصله است. پس این یه راه حل یا این یه روش، من اسمشو بذارم روش اول. میخوام بنویسم که چون OA با OB برابره، نتیجه O روی عمود منصف. حالا اگه نخواستین این کارو بکنین، یعنی مثلا یه ذره هندسه قاطیش بکنین، من بیام میگم که خب روش دوم، از او به وسط وتر وصل کردم، اچ وسط آبه است. خب الان نگاه کنید بچه ها، برای این دوتا مثلث او اچ مشترک، او آ مساوی او به که شعاع دایره است، و آ اچ هم مساوی اچ بی چون خودمون وسط گرفتیم، نتیجه مثلث A O H هم نشته با مثلث B O H، دلیل هم نشتیش هم سزل، و حالا که اینا با هم نشتن زاویه چی کشتو با هم برابر 90 درجه، یعنی که O H عمود منصفه. پس O H عمود منصف است. خب پس من اینو الان یاد گرفتم. دوباره برگردیم بچه ها روی تخته، من یه چیزی رو بیشتر توضیح بدم. اینجا تو ممکنه بگی آقا این چرا امتداد دادی؟ تا همون اچ میرفتی دیگه. ما بعداً راجع به این که این نقطه هم وسط این کمان خواهد بود صحبت میکنیم، یعنی حالا فعلا الان چون بحث کمان خیلی مطرح نکردیم الان کاری باش نداریم، ولی عمدن من یه تیکه رو به شکل اضافه کردم. خب بریم سراغ مطلب بعدی.
یه مثال حل بکنیم، حتی یه مثال سه قسمتیه خیلی همچین جوندار. میگه تو هر کدوم از این شکل‌ها، حالا فعلا این دو تا شکل اول، شما شعاع دایره رو پیدا بکنید. شکل اول رو نگاه کنید، یه دایره‌ایه، توش یه وتری رسم شده که این تیکه 7، این تیکه 1. وقتی از مرکز دایره به اینجا وصل کردیم، زاویه شده 45 درجه. خب؟ و بعد من می‌خوام تو این شکل شعاع این دایره رو چیه به دست بیارم. تنها اطلاعاتی که دارم زاویه 45 درجه و این پاره خطای 1 و 7 که روی این وتر هستش. حالا بیاید روی تخته تا ما این سوال رو با هم حل بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی میافته. نگاه کنید بچه ها، فرض کنید که ما توی دایره یه وتری داریم و بعد میخواییم به شعاع ربطش بدیم. من میخوام این چیزه که میگم بچه ها با دقت گوش کنید ببینید چی میگم. من میگم وقتی میخوام یه وتر رو به شعاع ربط بدم، حتما داستان عمود منصف وتر از مرکز دایره میگذرد برام مهم میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما بیاید از مرکز دایره عمود رسم بکنید، این نقطه ای اچ حتما باید وسط این وتره باشه. خب این مرکز دایره، اینم وتر آبه، اچ حتما وسط وتره، همینا رو ثابت کردیم دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی اگه کل وتر آبه 8 واحد بود، آ اچ و ب اچ باید هر کدوم چقدر باشن؟ باید 4 واحد باشن دیگه. پس من چی می‌نویسم؟ اچ وسط وتر است، بنابراین آه مساوی به اچ مساوی نصف آبه، یعنی چقدر؟ 4 واحد. خب حالا بچه اینو به من داده بود 1، من این 7 رو پاک کنم، میخوام یه چیزای جدیدی تو شکلم بنویسم. میخوام بگم که الان کل آه باید 4 باشه، پس اینجا چقدر؟ 3 واحده. کل اینم که 7 بود، 3 تاشو انداختیم ور، اینجا میشه چی؟ 4. یا نه اصلا اینطوری بگیم، این نصف وتر، اینم 4 واحد. خب حالا ببینید، یه مثلث قائم الزاویه‌ای دارم که یه زاویه 45 درجه داره، پس متساوی ساقه و یه ساقش هم 3 واحده. خب الان من بیام بگم توی این مثلث، فرض کنید این نقطه اسمش پی باشه، در مثلث قائم الزاویه متساوی ساقین پی او اچ، دقت کردی چی نوشتم؟ قائم الزاویه متساوی ساقین. قائم الزاویه به خاطر اینکه خودم اوهش رو عمود کشیدم، متساوی ساقین به خاطر اینکه وقتی این 45 بشه اونم 45، پس ساقاش با هم مساویه. داریم چی؟ داریم پی اچ مساوی او اچ مساوی 3 واحد. خب حالا وقتی او اچ 3 باشه، بچه دیگه پیدا کردن شعاع این دایره فکر نکنم خیلی کار سختی باشه دیگه. میخوام چیکار کنم؟ میخوام از فیثاغورس استفاده کنم در مثلث او اچ بی. بنویسم چی؟ بنویسم شعاع دایره مساوی رادیکال. این شعاع دیگه بچه ها میشه چی؟ رادیکال او اچ به توان 2 به علاوه به اچ به توان 2، یعنی رادیکال 3 به توان 2 به علاوه 4 به توان 2، شعاع دایره به دست میاد 5. به همین راحتی. پس دیدید چه اتفاقی افتاد دیگه؟ من گفتم وقتی یه وتر هست و قراره به شعاع دایره ربطش بدیم، چی کمک من میکنه؟ اینکه عمود منصف وتر از مرکز رد میشه و با این به راحتی تونستم به جواب برسم. بریم قسمت بعدی همین سوالو ببینیم بچه‌ها. بیاید قسمت بعدی رو ببینید. این دفعه بچه‌ها به جای اینکه پاره خطا رو 1 و 7 بده و زاویه 45 درجه، پاره خطا رو 5 و 9 داده و زاویه رو داده چی؟ 60 درجه. پس دوباره من باید همین کار رو انجام بدم. دوباره باید از مرکز دایره عمود رسم بکنم و بعد یکی یکی مراحل رو برم جلو ببینم چه اتفاقی میفته. طبیعتاً دیگه مثل اونجا مثلث قائم الزاویه متساوی ساقین نخواهم داشت دیگه، چون زاویه 45 درجه نیست. ولی خب حالا بریم رو تخته با هم دیگه این سوال رو حل بکنیم. این دفعه گفتیم تفاوتش با سوال قبلی یا قسمت قبلی سوال ما اینه که زاویه رو به ما داده 60 درجه. این پاره خط 5، این پاره خط 9، این زاویه 60 درجه است. خب باز دوباره بچه‌ها من از مرکز دایره، فرض کنید نقطه اسمش پی باشه، اینم نقطه آ و اینم نقطه ب، باز هم من از مرکز دایره یه عمود به این وتره رسم می‌کنم و بعد مطمئنم با اطلاعاتی که من دارم این نقطه پای عمود اصطلاحاً یا نقطه اچ وسط وتره. خب پس من اگه بنویسم عمود او اچ را رسم می‌کنیم، باید چه نتیجه‌ای بگیرم؟ باید نتیجه بگیرم که آ اچ و ب اچ با هم برابرن و هر کدوم نصف وتر آبه هستن، درسته؟ کل وتره 5 و 9 14 تقسیم بر 2 میشه 7. خب حالا من فهمیدم این آ اچ و ب اچ باید 7 باشن، پس این 9 رو پاک کنم، بگم آقا دو تاش افتاده این بر، درسته؟ 7ش افتاده این طرف، 2ش افتاده این طرف، 7ش افتاده این طرف. خب حالا اینجا تو مثلث OPH من میدونم که PH 2 و یه زاویه 60 درجه وجود داره.
خب اگه من بدونم این زاویه 60 درجه است، ضلع مجاورش هم 2، میتونم بگم ضلع مقابلش چقدره؟ اصلا میتونم اینطوری بگم، بگم آقا اگه اون 60 بچا پس این 30 درجه است، ضلع روبرو به 30 درجه نصف بتره او پی به دست میاد، یه فیثاغورس می‌نویسم او اچ به دست میاد. این یه راهه. یه راه اینه که تو بگی تانژانت 60 رو بنویسیم، پس من بگم در مثلث او پی اچ داریم تانژانت 60 درجه میشه مقابل به مجاور، یعنی او اچ تقسیم بر پی اچ. بعد بچه شما بگه تانژانت 60 درجه چقدر؟ رادیکال 3 دیگه، پس رادیکال 3 مساوی او اچ تقسیم بر 2، چون پی اچ 2 دیگه، ما 2 پیداش کردیم. از اینجا او اچ میشه 2 رادیکال 3. خب حالا او اچ رو دارم 2 رادیکال 3، اینم دارم 7، قراره چیکارو کنم؟ قراره شعاع دایره رو پیدا بکنم دیگه. اگه این شعاع دایره آر باشه، دوباره بگیم فیثاغورس، مثل همون کاری که تو مثال قبلی انجام دادیم، دوباره بگم فیثاغورس، بگم که آقا شعاع دایره مساوی رادیکال او اچ به توان 2 به علاوه به اچ به توان 2. خب او اچ رو پیدا کردم، 2 رادیکال 3 به توان 2ش میشه 12، و اینم که 7 به توان 2 میشه 49 12 میشه رادیکال 61. بنابراین شعاع دایره هم تو این سوال تونستم اینطوری به دست بیارم. پس همچنان سر حرفمون هستیم، آقا اگه درگیر مقایسه یا وتر و شعاع، پیدا کردن شعاع بر حسب وتر یا وتر بر حسب شعاعی، حتما باید از مرکز دایره عمود رسم کنیم. این مثال یه قسمت سوم هم داره، بریم با هم ببینیم و حلش بکنیم. خب سومین شکل همین مثال رو ببینیم با هم. دوباره یه دایره، دوباره یه وتر، یه تیکش 17، یه تیکش 7. این دفعه وقتی از مرکز بسکره زاویه نداده، گفته آقا این اندازه 5 رادیکال 2. زاویه رو نمیدونیم چقدر، این 5 رادیکال 2. حالا همچنان باز دوباره شما شعاع دایره رو به دست بیارید. خب ببینید چیکار میکنم بچه‌ها. من اول بگم که باز دوباره چون قراره وتر و شعاع رو به هم ربط بدیم، پس الگوریتمی که ما تو ذهنمون داریم اینه، شروع کنیم از مرکز دایره یه عمود کشیدن و بعد بریم از این نکته استفاده بکنیم که اون عمودی که رسم میکنیم وسط وتره و الی آخر. خب فرض کنید که مرکز دایره نقطه O، عمودی که رسم می‌کنیم به این وتر، وتر ما رو تو نقطه H قطع بکنه. خب باز دوباره بگم که H وسط AB است، پس AH مساوی به H مساوی نصف AB، این دفعه AB 7 و 17 میشه 24 تقسیم بر 2 12. خب حالا باز دوباره اگر قرار اون 12 باشه، ببینید بچه ها اینو من پاک کنم، اینجا 7ه پس اینجا 5ه و اینجا هم که 12ه. باز دوباره الان رسیدیم به همین مثلث OPH. اگه نگاه کنید، چه اون سوالی که زاویه 45 داده بود، چه اون سوالی که زاویه 60 درجه داده بود، چه اینی که اصلا زاویه نداده، ما مسیر حلمون تقریبا هیچ فرقی با هم نداره. الان دوباره توی این مثلث من با یه فیثاغورس میتونم اندازه OH رو پیدا بکنم، بگم با استفاده از فیثاغورس میتونم اندازه OH رو اینطوری به دست بیارم. چی بنویسم؟ بگم که OH میشه رادیکال 5 رادیکال 2 به توان 2 منهای 5 به توان 2 که میشه 5 دیگه، درسته؟ این 50 منهای 25، 25 جذرش میشه 5. او اچ رو پیدا کردم 5. حالا باز دوباره برای پیدا کردن شعاع دایره بگم نتیجه شعاع دایره مساوی رادیکال، او اچ رو پیدا کردیم 5 و اچ بی رو هم که بهمون داده 12، پس رادیکال 5 به توان 2 علاوه 12 به توان 2 این 144 و 25 169 جذرش هم که میشه 13. اصلا یه چیزی بگم، آقا 5 12 13 فیثاغورسی ان دیگه، هر دفعه که نباید اینو حساب بکنیم، یادمون بمونه از جمله اعداد فیثاغورسی معروف چی داریم؟ 5 12 13 رو داریم. خب پس دیگه الان من فکر کنم من و شما یاد گرفتیم بچه‌ها که اگه یه دونه وتر به ما دادن، ما باید چیکار بکنیم دیگه، چه جوری میتونیم ربطش بدیم. حالا چند تا تست هم حل بکنیم، همه سوالامون تشریحی نباشه دیگه. تست شماره 6 رو ببینید، گفته فاصله مرکز دایره سی او و 5 تا وسط وتری به طول 6 در این دایره چقدر است؟ ببین سی او و 5 یعنی چی؟ دایره به اسم سی، به مرکز او به شعاع 5. میگه تو این دایره یه وتری به طول 6 کشیدیم، شما بیا بگو که فاصله مرکز دایره تا وسط این وتر چقدره. خب بیا این شکل رو با هم ببینیم. تست شماره 6، یه دایره دارم که گفتم شعاعش چقدره؟ 5. یه وتر دارم که طولش چقدره؟ 6. خب این شعاع دایره 5، وتر من 6. باز دوباره گفتیم آقا شما باید عمود بکشی دیگه، چون وقتی میخوای فاصله مرکز دایره تا وتر رو پیدا بکنی، راهی که من بلدم اینه که عمود بکشم. خب من میدونم که عمودی که رسم میکنم از وسط وتر میگذره، بنابراین نقطه H باید وسط AB باشه،
میگیم آقا AH مساوی HB مساوی نصف AB. خب طول وتره 6 بود میشه 3، پس اینجا 3 واحده، اینجا هم 3 واحده. حالا دیگه شما خودتون بگید AH چقدره دیگه، این 5 این 3، پس AH میشه رادیکال 5 به توان 2 منه 3 به توان 2 میشه 4. یا بازم میگید بگید آقا عدد فیثاغورسی هم دیگه 3 4 5 مطمئنه، مثلثی که وترش 5 یه ضلع قائمش هم 3، اون یکی ضلع قائمش حتما 4. بنابراین بیاید رو مانیتور بچه‌ها تست 6 جوابش گزینه 3 میشه، یعنی ما این سوال 6 گزینه 3 رو علامت میزنیم. بریم سراغ سوال 7. در دایره به شعاع 6 طول وتری که عمود منصف یک شعاع باشد چقدر است؟ یه ذره با دقت بخونید. میگه ما یه وتری داریم که به یه شعاع، به یه شعاع ها، نه به همه شعاعی دایره، که به یه شعاع خاصی از دایره عمود، ضمناً از وسطش هم میگذره. حالا شما بیا بگو که طول اون وتره چقدر میشه. خب بیاین رو تخته بچه‌ها شکل رو با هم بکشیم ببینیم که اطلاعات مسئله چی به ما میده. خب من یه دایره ای دارم که شعاع این دایره میدونم 6 واحده، بعد یه شعاع دلخواه از اینو من کشیدم، وسطش رو پیدا کردم، عمود منصف اینو رسم کردم، یعنی من الان چی میدونم؟ اینا هر کدوم چقدرن؟ 3 ان دیگه، این نقطه وسط شعاع او ام هم هست. هدف پیدا کردن چیه؟ هدف پیدا کردن وتر آبه. خب من میگم ببینید، ما وقتی شعاع دایره رو داریم که 6 واحده، OH هم که فهمیدیم 3 واحده، خیلی راحت بگیم آقا OH چقدره؟ رادیکال 6 به توان 2 منهای 3 به توان 2، 36 منهای 9 27 جذرش 3 رادیکال 3. خب البته من OH رو که نمیخوام، که من AB رو میخوام، وتره رو میخوام، دو برابر OH میشه 6 رادیکال 3. باز میگم مگه جمله سوالو با دقت بتونیم بخونیم و برای خودمون درک بکنیم، دیگه محاسباتش همش تو قالب فیثاغورس خیلی راحت به دست میاد. بنابراین بچه‌ها ما سوال 7 که گفته بود طول وتری که عمود منصف یه شعاع باشه، به دست آوردیم چی؟ 6 رادیکال 3. خب بریم سراغ سوال بعدی، تست شماره 8. گفته در دایره CO و R یه وتری داریم طولش نصف شعاعه، از نقطه M وسط AB، یعنی وسط وتر، عمود MD رو بر یه شعاع OA رسم می‌کنیم، طول AD رو به دست بیارید. خب ببین، این که الان من جمله سوالو خوندم، آره فهمیدم که یه پاره خطی رو می‌خواد، ولی حواستون باشه بچه‌ها، نکته که باید برای این مدل سوالا خیلی بهش دقت بکنید یا مثل سوال قبلی اینه که یه شکل درست بکشید، یا حداقل یه شکل نزدیک به درست بکشید، و بعد اطلاعات سوال رو روی شکل پیاده کنید ببینید چه اتفاقی می‌افته. خب بیاید رو تخته ببینید من چیکار می‌کنم برای این سوال 8. پس تست شماره 8 ببینید، گفته داخل یه دایره‌ای که شعاعش آره، من یه وتری دارم که شعاعش آر دومه، و تا جایی که بچه ها طول این وتره خیلی کمه، نصف شعاعه، من عمدن شکلم انقدر بزرگ کشیدم دیگه که ببینیم داره چه اتفاقی میافته. این وتره آبه که طولش چقدره؟ نصف شعاع. خب بعد میگه که از وسط وتر نقطه M، خب ما یه عمودی که میخوره به او آ رو میکشیم، یعنی اینم او آ، از این یه عمود میکشیم، این عموده رو اسمشو، پای عموده رو اسمشو میذاریم دی. بخونین سوالو اگه شما دارین جزوه رو میبینین، نوشته از نقطه ام وسط وتر عمود ام دی را بر او آ رسم میکنیم. من رسم کردم، بعد از من چی پرسیده؟ گفته طول آده چقدره. خب باز دوباره ارتباط دادن وتر و شعاع و اینا تو دایره چی لازمه؟ عمود منصف وتر از مرکز میگذرد لازمه، من اینو وصل بکنم به اینجا و بعد میدونم عموده. حالا برم ببینم که چه اتفاقی داره میافته. ببینید بچه ها، مثلث او ام آ یه مثلث قائم الزاویه است که ام دی ارتفاع وارد بر وتر تو مثلث قائم الزاویه است. خب من وقتی میدونم که توی مثلث قائم الزاویه مثل مثلث او ام آ ام دی ارتفاع وارد بر وتره، من بنویسم ارتفاع وارد بر وتر در مثلث او آ ام است. خب یه عالمه رابطه بلدم، مثلا ارتفاع به توان 2 مساوی حاصل ضرب این دو تا پاره خطا، یا ضلع به توان 2 مساوی تصویرش ضرب در وتر، ضلع به توان 2 مساوی تصویرش ضرب در وتر، ارتفاع ضرب در وتر مساوی حاصل ضرب دو تا ضلع قائمه. من یه دور هر چهار تا رو مرور کردم دیگه، چهار تا رابطه‌ای که داریم.
اینجا من دنبال چی هم؟ دنبال این پاره خطم. چی دارم؟ زلعو دارم دیگه. ببینید خود متر آبه اندازش بود نصفش آ. پس این طرف باید آر چهارون باشه، این طرف هم باید آر چهارون باشه. ضمناً وتر رو هم دارم که شعاع دایره است دیگه. من میتونم اینو بنویسم، بگم آم به توان دو، من اینجوری حفظم بچه ها، زل به توان دو مساوی چی؟ مساوی تصویرش آده ضرب در وتر ضرب در او آ. خب آم چی بود؟ آر چهارم به توان دو مساوی آده رو میخوام، او هم که شعاع دایره است. خب آر چهارم به توان دو میشه آر دو شونزدهم، یه آرش هم با این میره میشه آر شونزدهم مساوی آده. سوال همین از ما پرسیده بود که آده چقدره، ما به دست آوردیم آر شونزدهم. پس ببینید همچنان کل ماجرا اینه که از مرکز دایره به وسط وتر وصل کنی و بعد بدونی عموده و دیگه به استفاده از این سوال به راحتی حل میشه. بیاین بچه روی مانیتور. الان من فهمیدم که سوال 8، همین سوالی که الان با هم حل کردیم، جوابش شد آر 16 هم گزینه 4 درسته.